بنام خدا و سلام بر شما با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. حکومت میگوید که خواهان روابط خوب با همه همسایگانش است. معاون دوم رئیس الوزرا میگوید که خطر برای همسایگان افغانستان وجود ندارد و این کشورها نیز نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. در این میان از کشور نام بردن نشد، اما در هفته گذشته درگیری های بین نظامیان و نیروهای ایرانی در بندر اسلام قلعه رخ داده بود. پیش از این نیز جت‌های پاکستانی پناهجویان وزیرستانی را که در نظام پیشین به دلیل جنگ از مناطق خود به افغانستان فرار کرده بودند در خوست و کنر آماج قرار داده بود. اما اینکه چرا حتی کشورهای همسایه با فراخوان امارات اسلامی مبنی بر آغاز روابط دیپلماتیک توجه نمی کنند، در این برنامه بیشتر بحث خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه هر یک آقای ذکرالله هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل از آلمان و همچنین آقای سید علیرضا محمودی کارشناس مسائل سیاسی تا لحظات دیگر از ایران با ما بحث خواهد شد. مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای هاشمی اجازه بدین در نخست با شما آغاز بکنم. به نظر شما چه عوامل باعث میشه که روابط دیپلماتیک و استراتژیک بین حکومت حاکم در افغانستان و حتی کشورهای همسایه شکل نمیگیره؟ الحمدلله رب العالمین و عاقبت المتقین و صلات و سلام علی اشرف الخلق سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. اما بعد، سلام به شما و به مهمانان عزیزتان و به بینندگان تلویزیون آریانا. خیال کنم که در نظر ما سبب چیزا سه چیز است، لکن در یکش همه مشترک است و در اسباب دیگهش باز هر دولت برای خود یک اسباب داره. اولا دولت های همسایه تو فکر میکنه که افغانستان یک حلقه ضعیف است در منطقه، یعنی امکان ازیر داره که تجاوز کنی سرش و امکان ازیر داره که تو عکس العمل بدی و در مقابل چیز نکنن، نتوانن. یک اسباب است که کلگی یه سبب کلگی همسایه ها دایی اگر ایران است اگر پاکستان است به می فکر است که افغانستان در حالت ضعف قرار داره از ناحیه اقتصادی، از ناحیه عسکری، لحاظا اگر کدام ایچی عسکری شوه کس جوابگو نیست. بله. سبب دومی طور است که دولت ها را در طی 40 سال یا 50 سال اخیر سیاست دنیا به این استوار شده که در مسائل استراتژیک دولت ها میخواین، یعنی تبادله منافع میگی برش یا سوداها میگی یا خرید و فروخت میگی میکنن. مثلا ایران حال مشکل موضوع اتمی است که ما بین خودشان آمریکا و اروپا در جنجال است، در این مقابل باید اینطور یک چی داشته باشه، اینطور یک چیزای داشته باشه که برای غرب مثلا در مقابل از اینکه تو ایره بر ما قبول کو ایره ما بر تو قبول میکنم، امکان داره ایران از افغانستان به این شکل هم استفاده بکنه. در این وقت پاکستان هم مشاکل اقتصادی و سیاسی زیاد داره، حتی مثلا میخوای امرو امریکا با امریکا میگه که تو کمک کو، ما مثلا میشه که افغانستان رو یعنی در یک تشویش دراز مدتی بندازم. لحاظ ای کلگی چالوشاش که است، کلگی چیزایی که در مقابل حکومت افغانستان میشه از دنیا، یک کلگی سببش امریکا است و امپریالیزم غرب است. حالا این به کنار آقای هاشمی که کشورهای همسایه چی میکنن یا چی فکر میکنن؟ پاکستان بالای افغانستان حمله کرد، ایرانی ها وارد خاک افغانستان شدن، حالا به نظر خودشان سرک میساختن یا هر کار دیگه، حاکمیت ملی افغانستان و تمامیت ارضی نقص نشده؟ حاکمیت ملی افغانستان تقریبا 42 سال میشه زیر نقص است، به این نام و به اون نام و از شرق و غرب دولت ها آمدن و ایجا مثلا حکومت های تحت اشغال ساختن. حالا افغانستان در ساختار روان است، انشاءالله به حرکت است که یک استقلالیت و تمامیت ارضی افغانستان را حفظ میکنه انشاءالله و در آینده ای کار نمیشه. صحیح است در اول شاید یک نوع ایچی باشه، مثلا نبزبینی باشه، ای دولت ها نبز بینی کنه که شاید امارت اسلامی چه عکس العمل نشان میده و چی میکنه و چه امکانات داره. اما ای خواستا یا امی مفکوره ای که زیر 42 سال استقلالت افغانستان زیر پرسش بود و هر کس تجاوز میکرد، انشاءالله که از بین میره. بسیار تشکر آقای کارمند، شما را به بحث خوش آمدید میگم. با در نظر داشت این که آقای هاشمی اشاره کردن که تعدادی از کشورهای همسایه فکر میکنن که افغانستان یک کشور ضعیف است و حتی اجازه میتن به خود که در این خاک حمله نظامی بکنن و تجاوز بکنن، چه چیز به همسایه های افغانستان این قدرت را میده؟ سلام و درود دارم خدمت شما احمدی عزیز، خدمت مهمان شما و خدمت بینندگان آریانا نیوز. در آغاز میخوایم برای قربانیان حوادث اخیر کابل، حوادث کندوز، مزار شریف و ننگرهار تسلیت عرض بکنیم و امیدوار هستم که
مردم شریف افغانستان که آمادگی به عید میگیرند دور از انتحار و انفجار باشند و روزای خوب و خوش را سپری کنند. ببینین، من فکر میکنم که یک بحث بسیار جدی هست و چرا ما در این حالت قرار گرفتیم و چرا افغانستان اینا به خصوص کشورهای همسایه و هم ایران و پاکستان طوری برخورد میکنند که گویا اینجا یک حکومت و یک ثبات در افغانستان وجود ندارد. ولی حقیقت همی است که متاسفانه اگر ما در افغانستان یک دولت باثبات داشته باشیم و اگر در افغانستان ما یک نیرومندی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی داشته باشیم و ثبات سیاسی در افغانستان باشد، کشورهای همسایه من جمله پاکستان و ایران طوری که امروز برخورد میکنند چنین برخورد نمیکنند. متاسفانه در 43 سال جنگ افغانستان اگر ما ببینیم هم ایران و هم پاکستان به خصوص از طرف پاکستان مداخلات بسیار سریع و مستقیم در امور افغانستان وجود داشته. من فکر میکنم برمیگرده به سیاست های پاکستان در منطقه، برمیگرده به سیاست های ایران در منطقه و خاص از اینا از منطقه و از افغانستان. اگر به پاکستان بنگریم، پاکستان در 43 سال جنگ افغانستان به شکل از آنها در جنگ نیابتی در افغانستان شریک بوده و پاکستان در اینجا منافع خود در میخواست در افغانستان داشته باشه. پاکستان در طول 43 سال جنگ افغانستان اگر ما ببینیم همیشه کوشش کرده که افغانستان طوری نگاه بکنه که نزدیکی با هند نداشته باشه، مناسبات افغانستان با هند مناسبات دوستانه نباشه و افغانستان در محور پاکستان قرار داشته باشه. همچنان پاکستان در 43 سال جنگ افغانستان هم استراتژی کلانش که عبارت از یک افغانستان ضعیف از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی در افغانستان پیش برد و حتی به گروه های جهادی که کمک کرد هدفش همی بود که بی‌ثباتی را در افغانستان به وجود بیاره، نه ای که هدفش دفاع از اسلام باشه و دفاع از ثبات و یک امنیت در افغانستان باشه. و همچنان پاکستانی ها آرزومندی از ایره دارند که افغانستان ادعای مرزی که نسبت به پاکستان داره او را باید پایان بده و به می ترتیب پاکستانی ها در فکر گسترش نفوذ خود در آسیای میانه و در جنوب روسیه هستند. به این ترتیب پاکستانی ها با این استراتژی و سیاست خود همیشه کوشش کردند در امور افغانستان مداخله بکنند. اگر ما به ایران بریم، ایران کشوری هست که پیوسته کوشش کرده روابط با افغانستان داشته باشه، ولی شما بخواید نخواهید ایران همچنان میخواهد که در صدور انقلاب اسلامی خود به منطقه و من جمله افغانستان دست بلند داشته باشه. ایران میخواهد کمربند امنیتی خود بیشتر داشته باشه و به می ترتیب در جنگ های مذهبی که در افغانستان گاگای رخ میده و حتی حوادث اخیر وجود داره، بله، ایرانی ها میخواهند به نفع از آنها دفاع بکنند، از دل تشیع و بخواهند که بگویند ما مدافع هستیم. و همچنان رقابت ایران با عربستان در مسائل مذهبی خودش زمینه میشه برای اینکه ایرانی ها بخواهند در افغانستان مداخله بکنند. همچنان نقش ایران، ایرانی ها چون در یک انزوای جهانی در یک مدت قرار داشتن و هنوز هم قرار دارن، اینا میخواهند در مداخله با افغانستان بر جهان نشان بدن که ما در منطقه و در جهان وجود داریم. به این ترتیب این پاکستان و ایران در امور افغانستان سالهای سال است مداخله کردن و امروز هم مداخله میکنه، ولی برمیگرده چیز بر ما هست. بر ما این است که متاسفانه در افغانستان فعلا ما یک حکومت باثبات نداریم، یک حکومت نداریم که هنوز مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی را به وجود آورده باشه. 8 ماه از حکومت سپری میشه، هیچ کشوری به شمول پاکستان و ایران که پاکستان در ایجاد و در تمویل و تجهیز گروه طالبان نقش بسزا داشت، ادا در آوردنشان در قدرت به رسمیت نشناخته و همچنان ایران که مناسبات بسیار عصبانی را با طالبان داره و سفارت فعال در کابل داره و میخواهی رابط دیپلماتیک داشته باشه، اندازو به رسمیت نشناخته. هرچند سفارت ایران هم در حال حاضر در کابل در حال تعلیق قرار داره، اما چیزی که میخواییم از شما بپرسم آقای کارمند او ای است که آیا فکر میکنین که نحو نگاه کشورهای همسایه افغانستان، حالا کشورهای دورتر باشه به کنار، فکر میکنین نحو نگاه اینا از 8 ماه قبل تا هنوز تغییر کرده؟ حالا در تازه ترین مورد در هفته گذشته شهباز شریف گفت که بحران افغانستان نه تنها بر پاکستان بلکه بر تمامی کشورهای اسلامی میتونه تأثیر گذار باشه. خب یک چیز است که در بحران افغانستان که امروز متاسفانه افغانستان در بحران سیاسی و امنیتی قرار داره، کشورهای همسایه، کشورهای جهان نقش بسیار برجسته داشتن، بخصوص پاکستان
که من پیشتر مختصر خدمت شما عرض کردم. در آغاز حکومت طالبا همچنان ما شاهد بودیم که هنوز حکومت طالبا اعلان نشده بود، ولی شاهد بودیم که جنرال فیض محمد رئیس استخبارات پاکستان وارد کابل شد، چند روز در کابل سپری کرد. خودش نشان داد که پاکستانی ها چقدر علاقمند هستند و چقدر میخواین مداخله بکنن و همون سیاست کلان خود که سیاست نفوذ جویانه در افغانستان است که بعد از سال 1978 در افغانستان ایره پیش بردن همیره همچنان در افغانستان ادامه بدن. و امروز اونا تشویش هایی که نسبت به افغانستان دارن، ما هم این تشویش داریم، مردم افغانستان همچنان این تشویش دارن. ولی یک چیز روشن است که در بی‌ثباتی افغانستان کشورهای جهان، کشورهای منطقه و من جمله کشورهای همسایه ما نقش بسزایی داشتند. و بازم تاکید میکنم که در این بی‌ثباتی که در افغانستان به وجود آمده، یک بخش کار، یک بخش وظیفه خانگی مربوط به سیاستمدارای است که درون افغانستان هستند. اگر شما به گذشته افغانستان مراجعه بکنید، در زمان حکومت کرزی و ریاست جمهوری ایران یک مقدار پول در اختیار ریاست جمهوری افغانستان در اختیار کرزی قرار میداد. چه معنا داشت؟ این معنای ازیر داشت که ایران میخواست مستقیما مداخله در سیاستهای حتی تاسیسات ریاست جمهوری افغانستان داشته باشد. اگر سیاستمدارای افغانستان که در افغانستان میخوان سیاست بکنن، حکومت بکنن، اینا از نفوذ کشورهای بیگانه مبارا باشند و اینا برای منافع ملی مردم افغانستان فکر بکنند و افغانستان و مثلا یک کشور آزاد و مستقل فکر کنند و به پیش برند، ما میتونیم برای همسایه ها بگوییم که بله ما یک ثبات داریم و ما یک سیاست داریم پیش میریم. ولی متاسفانه امروز افغانستان افگار است، افغانستان زخمی است، افغانستان یک رژیم با ثبات نداره، افغانستان مشروعیت داخلی و خارجی حکومتش نداره. به می خاطر هم است که همسایه های افغانستان کوشش میکنن بازم امو سیاست های تجاوزکارانه خود در افغانستان ادامه بدن، در پی منافع خود هستن و بازم ادامه جنگ نیابتی است. حوادث اخیری که در کابل رخ داد، در ولایات مختلف رخ داد، من فکر میکنم در این حوادث هم دستای داخلی و هم دستای بیرونی نقش دارن تا ای که مردم افغانستان نه تنها که بین هم بیندازن از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی و زبانی، بلکه افغانستان در تقابل با جهان. ممنون آقای کارمند، سر تشکر. آقای هاشمی، حداقل در گذشته ها در آغازین ماه های کار امارت اسلامی در افغانستان، پاکستان همواره تاکید میکرد که جامعه بین الملل باید دست حکومت تازه افغانستان را بگیره، به رسمیت بشناسه، او را کمک بکنه. اما در روزهای اخیر میبینیم که پاکستان خودش نگران وضعیت افغانستان است. شهباز شریف میگه که اگر به بحران افغانستان توجه نشه، تمامی کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی میتونه متضرر شوه از ناحیه افغانستان. به چه ضرر پاکستان در حال حاضر اشاره میکنه؟ اولا خب با برادر محترم یک دو چیز ما میخوایم در گپایشون تعلیق داشته باشم. بله. مشروعیت داخلی اگر ای باشه که زید و بکری کار قبول کنه، خب جدا یک گپ است. اما مشروعیت داخلی رو طالبا به این کسب کردن که الحمدلله افغانستان یک پارچه شد، از جزیره قدرت خلاص شد، مردمی که برای تجزیه و برای ایچی افغانستان کار میکرد اونا کلگی اهدافشان از بین رفت الحمدلله. یکی بعضی مشکلاتی است از خاطر که حکومت سابق که بود، در این ثابت گپ است که حکومت سابق با امریکا با استخبارات که جا داشتن اینمو تو حلقات داشتن که حتی در میدیای خودی را اعلان میکرد که در افغانستان یک گروه طالبانی است، 21 گروپ است. حالی است که همین یک گروه از طالبا بود، همین 20 دیگر خودشان همین تو جور کرده بود. همین مثال گپ مردمی که اختطاف میکرد یا دست داشتن مابینش، مردمی که دزدی میکردن یا دست داشتن مابینش، مردمی که بی سر و سامان میکشت میگفتی و چی است، مردم مسلح بی چی است، مانا از طرف حکومت نیست. حالی است کلگی مردم استخبارات خود امریکا و حکومت سابقه بود. تا یک مرحله میخوا که انشالله اینا هم تصفیه بشه و افغانستان آرام بشه. مشروعیت داخلی را کسب کرده افغانستان، مشروعیت خارجی هم تا یک نوع کسب شده، تا یک نوع، لکن بعضی امکان داره بعضی چالش ها وجود داشته باشه. لکن مشروعیت خارجی مثلا آله، مثلا چین دیروز سفارت افغانستان تسلیم سفیری که طالبان مقرر کرده تسلیم کرد. در رابطه با مشروعیت بیرونی از شما سوالات دارم آقای هاشمی، اما این که تاکید میکنین که مشروعیت داخلی کسب شده، از مؤلفه های بین المللی که به خاطر مشروعیت است چه مورد تامین شده؟ گوش کو از آله، مثلا ما پروازهای ما افغانستان چی است، باز است، سفارت ها یکی از پشت دیگر تسلیم حکومت میشه. منظور من به خاطر مشروعیت داخلی است که آیا انتخابات شده، آیا همه پرسی شده، آیا لوی جرگه تدویر شده، چه نوع مشروعیت داخلی کسب شده؟ گوش کو، مشروعیت داخلی به چند قسم میشه که شما اینا را عملی بکنید.
یک مشروعیت فعلی است که مردم کلگی با مو حکومت استاد می باشه از حکومت پیگیری میکنه ما و انتخابات ضرورت داشته باشن و دیگه چیز از خاطر که حال تو در کلگی افغانستان بگردی کلگی نیروی خود طالبان خودشان اعلان کرده که ما 120,000 نفر در اردو داره بله. یا 40-50,000 هم در چی باشه اگر این ملت هم رای از این حکومت نباشه یک مشروعیت کس نکده باشه خود هر جای برش چالش پیدا میکنه هر جای یک ولایت و یک دیگه سقوط میکنه یکی دومن اگر موضوع دیگه تو بگن که انتخابات بکنیم مثلا 20 سال اخیر در افغانستان انتخابات شد از 35 میلیون 1 میلیون رای میگرفت رئیس جمهور میشد حالی بود که تقریبا در 34 ولایت افغانستان دزید از حکومت قیام بود جنگ نه نه حال بعد با بدتر توجیه نمی کنیم حالا بحثی است که وقتی میگیم مشروعیت داخلی کسب شده چه مؤلفه ی دی خصمت ما اینمی مؤلفه را من میگم که در 34 ولایت افغانستان اگر تو بشنوی در انگشت شمار مسائل امنیتی پیش میاد نه با او اندازه اختطاف است نه با او اندازه جنگ است نه با او اندازه بمباری است نه با او اندازه مردم علیه هزی حکومت قیام کرده که ما بگیم مشروعیت نداره بله. مانایشی است که ایجا که تروریست‌ها یا حلقات خارجی استخبارات که در افغانستان در این مسجد و در اون مسجد حمله کو مانایشی است که اینا در حالت ضعف هستن اینا مثلا هیچی ملتی ندارن که مردم افغانستان پشتون ایستاده باشه و جنگ کنن این همی کار بزدلانه را میکنه که اینجا انفجار بده اونجا انفجار بده او هم در یک دو سه چهار ولایتی یعنی اگر افغانستان سیل کنی فراگیر است 34 ولایت است 34 ولایت اگر ما حال مردم میدیدیم مسلحانه جنگ میکرد یا اخبار جنگ از هر جای میامد ما با زیر چالش میدادیم که بین والا یک روی جرگه کنیم یا انتخابات کنیم یا فلان کنیم که مشروعیت داخلی نداره دیگه آمدیم این انفجاراتی که اگرچه ما به این زیاد یعنی خدا هست غم زده میشیم پریشان میشیم که در افغانستان اولا بر شهیدا و به زخمی ها به شهیدا به خانوادهشان تسلیت میگیم زخمی ها رو خداوند شفای عاجل بده خدا دست دشمنان افغانستان از افغانستان قطع کنه اما این انفجارات در پاکستان میشه در هندوستان میشه در ایران میشه در دیگه جایا میشه در دولت ها در کلی که دولت ها وجود پیدا میکنه امرایزی که حکومتش هم خود باثبات میدونه دیگه مشروعیت داخلی در نظر ما وجود داره ضرور نیست که حالا من 100 نفر اینجا جمع کنم به نام جرگه بگم برو 100 نفر مثلا لوی جرگه را کرزه هم دایر کرد نمیفهم دیگه همون رنگ لوی جرگه هم خراب کرد اما نتیجه مشروعیت نبود داره که قرار است روزهای آینده امارات اسلامی هم کار بکنه جرگه را ترتیب کرد کرد که هنوز خوب است گفتن مردم میگه بهتر سر بهتر است آمده موضوع مشروعیت خارجی اگر فکر کنی مثلا چین سفارت افغانستان به امارات اسلامی تحویل میده ایران داده این مال ما خبر دادم دیپلمات‌های امارات اسلامی در سفارت ایران کار در تهران کار میکنه همین تو در اسلام آباد همین تو در روسیه همین تو دیگه کشورها است که نمیتو آهسته آهسته همین سفارت‌ها رو تسلیم میکنه اما اعلان نمیکنه من براتون گفتم از سابقم که این جنگ 22 سال افغانستان غیر منطقی بود نه کدام منطق داشت نه کدام چی داشت کلگی دولت‌ها رو آمریکا سر خود جمع کرد و افغانستان 20 سال زیر بمبمارد گرفت آخر هیچ آخر همون طالبا بود همون طالبا در اول هم امرایشان میگفت که بیاین سر میز بشینیم مذاکره میکنیم بعد از 20 سال جنگ خودم متضرر کرد منطقه را متضرر کرد افغانستان را متضرر کرد باز به همون میز امرایشان شش توافق کرد لذا نمیتونه که تور برملا اعلان کنه که شما را ما به رسمیت شناختیم امارت اسلامی از برایشان مشکل است چالش است آمدیم در موضوع سوال شما بود گفتین بخشش باشه بله تعداد از کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان در آغاز این روزهای کار امارت اسلامی تلاش میکردن که این حکومت حمایت شود بله. اما حال میبینیم که نگران هستند و به دیگه کشورها هم هشدار میدن که اگر به بحران افغانستان توجه نشه میتونه به شمول کشورهای همسایه تمام کشورهای اسلامی را متضرر بسازه به چه ضرر مشخص پاکستان اشاره میکنه گوش کو در دولت‌های عالم اسلامی که از به صورت عموم اکثریتش زیر اشغال است یا اشغال اقتصادی است یا اشغال فرهنگی است یا اشغال مفکوروی است بله مثلا نام حکومت اسلامی است قوانین از غیر اسلامی تطبیق میکنه کسی پشت غرب استاد است کسی پشت شرق استاد است این دولت ها خودشان احساس عزیزی میکنه که در مابین مسلمان ها احساس استقلالیت پیدا شده اینا میخواین که مستقل شوند اینا میخواین که عالم اسلامی که مثلا 1.5 میلیارد نفوس است در عالم میخوان که اینا مستقل باشن نه به شرق وابسته باشن نه به غرب وابسته باشن این دولت‌های همسایه که از همچنان دیگه دولت‌های میخواد که دولت‌های عالم اسلامی به چی متضرر میشه خب نه افغانستان اتم داره نه سلاح داره این میگه که همین مردم همین کشورهایی که زیر ظلم و استبداد و استعمار واقع است اینا از افغانستان یک عبرت میگیرن در ضد حکومت خود بالا میشن دیگه کدام ضرر بر اونا متوجه است یکی دوما مسائلی را مسابق هم گفتم آمریکا عمران خان چرا دور کرد سببش این نمی بود که در افغانستان نمیخواست کس دخالت کنه اونا میخواست که افغانستان باثبات میشه در فایده پاکستان در فایده
همسایه ها در فایده منطقه باشه. اونا را جور کردن، حال چی شهباز شریف مجبور است چق بزنه، مثلا داد و اعلام میکنه که افغانستان باید چی کنه، اونا جنگ میکنن. ممنون آقای کارمند. از شما میخوایم بپرسم، حالا وقتی که مشروعیت داخلی وجود داره، چراغ سبز های به خاطر دریافت مشروعیت بین المللی هم دیده میشه، پس چرا فکر میکنین که تمام دنیا یکسره به بحران افغانستان اشاره میکنن و نگران هستن از این وضعیت؟ میبینین وقتی که ما مشروعیت میگیم، مشروعیت معلفه های داره. مشروعیت به این نیست که ما بگوییم در کدام ولایت چند نفر نخواستن علی نظام، علی حاکمیت اینا نخواستن استادگی بکنن، به این ترتیب ما مشروعیت داریم. اول ما میخوایم بگوییم که جمهوریت بین که اون نظام و فسادش رشوت وجود داشته، اونجا انتخابات جعلی بود، اونجا دموکراسی واقعی وجود نداشته، اونجا عدالت وجود نداشته، اونجا قانونیت وجود نداشت، فراموش بکنیم. جمهوریت متاسفانه به ارزش‌های جمهوریت جفا کرد و می خاطرم هست که این جمهوریت از پا افتاد و نتونست که پایدار باقی بمانه. حالا اگر طالبان آمدن و میگن که او گذشته بد بود، پس به این ترتیب اینا نباید او گذشته بد ادامه بدن. ملفه های برای مشروعیت ما مستقیما به مردم افغانستان باید مراجعه بکنیم که مردم افغانستان از طالبان چی میخواین. ببینید چند چیز من بر شما فهرست میکنم. اول حکومتی که طالبان جور کردن، من نمیگم که اونهایی که در رژیم گذشته بودن فساد داشتن، خیانت کردن، اینا رو شما بیارین در حاکمیت قرار بدین. برعکس، تجربه افغانستان نشان داد که هر نوع حکومت خود محور، هر نوع حکومتی که بر اساس ایدئولوژی یک گروه باشه و هر نوع سیاستایی که محور قومی داشته باشه در افغانستان پایدار نیست. طالبان در مدت 8 ماهی که آمدن، اکثریت مطلق این نظام در دست خود طالبان است. طالبان هم افغانستان نیستن، طالبان یک بخش کوچک از افغانستان هستند، ولی حقیقت افغانستان است، مردم افغانستان است، کسایی هستند که میتونن به درد افغانستان بخورن، تحصیل کردن، زندگی کردن، کار کردن، باید در حکومت بیان. یک دومی که شما ببینید، یک بخش کلان از افغانستان دختران و زنان افغانستان هست. امروز دختران و زنان افغانستان اکثریتشان در حبس خانگی به سر میبرند. دختران و زنان افغانستان بالاتر از صنف 6 تا صنف 12، امروز تاریخ 9 یا 10 ثور است. یکونی ما از آغاز مکاتب تیر شد، به بهانه‌های مختلف دروازه مکتب برایشان باز بسته است. وقتی که شما ایره نمیگذارین، این خودش به معنای ازی است که شما نمیتونین گذار بکنین به طرف مشروعیت و ادامه حمایت مردم از این نظام. سیمی که هنوز هم در درون افغانستان دوستان ما میگن که امنیت وجود داره. شما شاهد حوادث مختلفه در طول 2 هفته گذشته بودین، مصدها هموطن ما کشته شد. این خودش نشان میده که هنوز در این کشور ثبات امنیتی به وجود نامده و همچنان حقوق بشر هنوز رعایت در درون افغانستان نمیشه. به این ترتیب وقتی که ما به طرف ملفه های مشروعیت میریم، یکی از ملفه های مشروعیت همی است که درست است در گذشته انتخابات بد بود. آیا ما همون انتخابات باید بعد ادامه بدیم یا اینکه بریم به طرف شیوه های دموکراتیک که امروز در جهان معمول است و در دین اسلام همچنان ای حکم شده که باید بر رعیت و مردم باید مراجعه صورت بگیره. امروز طالبان وقتی که در قدرت آمدن، در مدت 8 ماهی که اینا در قدرت هستن، اینا در نتیجه یک معامله که بین طالبان و امریکا صورت گرفت و فرش سرخ برایشان باز شد، اموار شد، اینا در قدرت آمدن. اینا درست است که در 20 سال علیه ما که حاکمیت جنگیدن، ولی در نتیجه یک انتخابات دموکراتیک نامدن، در نتیجه از این نامدن که مردم برشان رای داده باشه. همچنان یک جرگی، یک اجماع از کلان از مردم افغانستان هنوز ایجاد نشده که اینا بتونن مشروعیت از او بگیرن. به این ترتیب ما یک سوال عمده وجود داره و طالبا باید ایره به مسابقه یک فهرست، به مسابقه یک وظیفه خود در مقابل خود قرار بدن که مردم افغانستان از طالبا چی چیزایی را میخواد انتظار داشته باشند و چی چیزهایی میخواهند. به این خاطر است که ما امروز میبینیم که افغانستان در یک بحران سیاسی و اقتصادی قرار دارد. تا زمانی که طالبان نتانند امیر مسئله مشروعیت و مسئله روابط خود با مردم تامین نکنند، اینا به هیچ صورت نمیتونند مشروعیت بین‌المللی به وجود بیارند و این خودش زمینه میشه به اینکه قربانی ها در افغانستان بیشتر شود، مداخله ها بیشتر شود و افغانستان بازم به طرف بی‌ثباتی بره و این مردم افغانستان است. یک چیز ما میخوایم در پایان بحث خدمت شما عرض بکنم، او این است که متاسفانه در طول تاریخ
ما همه از مردم از ملت صحبت کردیم ولی کمتر به مردم و به ملت مراجعه کردیم. امروز همچنان طالبا وقتی که میخواهند ببینند یک بار آینه را در مقابل خود بگذارند و ببینند که در گذشته واقعا بر ملت توجه صورت گرفته، به ملت مراجعه شده یا نه، نخیر نشده. وقتی که نشده باز با ملت باید مراجعه شود، به مردم باید مراجعه شود. هیچ گروه، هیچ تنظیم، هیچ حزب از همه افغانستان نمایندگی نمی کنند. اینا فقط یک بخش از کوچک از افغانستان هستند. کل افغانستان و همه افغانستان با نظر بگیریم و افغانستان برای همه و با همه بسازیم. در تشکر ادامه ی تحول را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای هاشمی، چرا به خواستهای عمده دنیا که ماهاست به امارات اسلامی پیشنهاد شده که باعث میشه با برآورده شدن این خواستها مشروعیت جهانی پدیده گم شده در دستگاه دیپلماسی افغانستان به میان به توجه نمیشه؟ چیزای خاص را که دنیا از امارات اسلامی خواستن که حالا در ظاهر مردم افغانستان هم به او تاکید میکنن و حتی باعث میشه که محکم شدن روابط حکومت موجود با جهان از مداخلات که امروز روی از او بحث میکنیم و میتونه بکاهه. اولا ما یک تعلیق دارم که طالبان بخش کوچک نیست در افغانستان، اکثریتش هست. یعنی این ما قبول دارم که همه مردم افغانستان طالب نیست، اما 80% هست. از این خاطر که یک ملت برای 20 سال مبارزه به این شکل که 43 دولت را بر قدرت جهان را شکست بده، این اگر اکثریت مردم نباشد به یک فی کوچک نمیشه، این امکان نداره. دیگه من با این گپ زیاد مخالف هستم، اما این است، در این شک نیست که دیگه مردم هم در افغانستان است از 80-85% طالب است، یا خود طالب بالفعل یا طرفدار طالب یا همراه طالب کمک کرده، چه مالی چه دیگه چیزا. یکی دومن مشکل مکاتب، ما دیگه برنامه ها چی کردیم که مکاتب هم چالان میشه. مثلا اول در کرونا بود، از مردم 2-3 سال تعلیمش صدمه یافت، در او وقت چرا چیز نمیگفت؟ حالی که مردم افغانستان در مشکل دوچار مشکلات اقتصادی، یعنی حکومت سابق کرده پیسه ها را دزدی کردن، بودجه افغانستان چیز اعلان نکردن، یک حکومت یا بایی سویه، یعنی فکر میکنین آقای هاشمی که بحث کرونا را میتونیم با شرایط فعلی مقایسه بکنیم؟ نه، من قیاس برد کدوم، من نمیگم که شرایط، حتی شرایط کرونا الان مثلا در کرونا جنگ است، کرونا رو چی شد؟ کجا رفت؟ یخو همون مرض از ولی خود همون مراکز ابحاث هم میگه میگه مرض چی شد؟ میرید یک جا میبینه که برد گفته که باید ماسک بزنی، دیگه جای بیخی در فکرش هم نیست. یعنی از من از من مقصدم دیگه چیز است که مسائل که سیاست دنیا شور میده واقعیتش تو نیست که مثل مردم به مو فکر است. ولیکن من یک چیز دیگر رو برات میگم که خواستهای جهان از افغانستان سابق هم همین تو چیزا بود که حالا میخواستن. مثلا امریکا برای 20 سالی جنگ از چی خاطر کرد؟ از این خاطر کرد به طالبان سابق برشان گفت که ما صرف 1-3-4 تا پایگاه در افغانستان میخواهیم. او بانه اسامه بن لادن بود، بله، بانه او رو گرفته بود، این رو میگفت که نمیای اینجا پایگاه میخوایم که اینجا روسیه تجاوز میکنه. اما فقط حالا امریکا پایگاه نخواسته، در حال حاضر میگم که دیگر منافعش در افغانستان باقی نمونده. نه خب گپ دیگه چیز است. حالا اگر فکرتون باشه از روزای اول چقدر خطوط سرخ به اصطلاح امریکا داشت، حال کلگی مسائلش که ما چقدر بررسی کردیم به این مانده که چرا دخترها رو مکاتبش بسته کرده. خب همی امریکا را صبح بگویم که دخترها رو مکاتبش اعلان کرد و اعلان هم میکنن، حکومت هم باز حکومت مشروعیت میشناسن. یعنی از ما مقصدم دیگه چیز است، مقصدم این است که مسائلی که حکومت های دنیا در جلو مندازن، در پیش روی مندازن، حقیقتش این است که اونا دیگه طلبات دارن و دیگه طلبات را اونا قبول نمیکنن. همین فشارهای دولت های همسایه که هست، این هم همزو خاطر است، این همون مسائل است که شما باید مثلا چیزی که دنیا میخواد، مثلا اونمو را باید بکنین، مثلا همو چیزایی که دنیا، ولی مثلا حالا اگر فکرتان باشه در کلگی دنیایی چی شده که مسائل هم جنس بازی را باید کس ایره جرم ندانه، باید اجازه برش بده، حقوق زن باید زن به این اندازه باشه. اینا طالبا برش میگن که او حقوقی که شریعت خدا برای زن داده ما به او قائل هستیم، او را ما قبول هم میکنیم، او را ما تطبیق هم میکنیم. اما دنیای تو راست که رو به انحلال انسانی است، اخلاق انسانیت از بین برده، همی آزادی رو کمی اعلان میکنن. امروز مثلا در سوئد یک نفر بالا میشه
در مابین از 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا از او کتاب مقدسی که ما ایمان داریم سر از او که خداوند متعال سر نبی صلی الله علیه و آله نازل کرده اونا را در پیشروی در حراست پلیس خود در میده. آیا این آزادی است؟ آیا این دموکراسی است؟ دیگر لحاظ دنیای تو طلباتی داره، ای تو خواهشاتی داره که او خواهشاتش امارت اسلامی به هیچ گونه باید قبول هم نکنه. مردم افغانستان هم قبول نمیکنه. همزی خاطر 20 سال مبارزه هم کردم رایشان. لحاظا بله. او چیزی که واضح است آقای هاشمی، دنیا یک حکومت همه شمول را در افغانستان میخواهد، دنیا حقوق بشر را میخواهد، حق تعلیم بر زنان را میخواهد. چه مشکل است که اینا برآورده شود؟ حال گوش کو آقای احمد حسین، حال مشکل همه شمول اینمی خودش نیست، یک تعریف مبهم است. همه شمول نزد تو یک معنا داره، نزد ما یک معنا داره، نزد امریکا دیگه معنا داره، نزد ایران دیگه معنا داره، نزد پاکستان دیگه معنا داره. من مثال برات میگم، مثلا سعودی یک چند حلقه داره میگه که اینمی در حکومت بود همه شمول است. ایران یک چند تا نفر در افغانستان داره میگه اینمی همه شمول است اگر همی باشه، اگر نه دیگه هزارا را قبولم ندارم. مثلا بله. مذهب شیعه اگر دیگه کس تمثیل کنم ما قبول نداریم. مثلا پاکستان همی تو اشخاصی داره میگه اینمی بود همه شمول است اگر نه. امریکا یک چند تا نفر برای خود داره میگه اینمی اگر بود همه شمول است یا نیست. یعنی از ما مقصدم این است که اگر همه شمول تعریف ای بدیم که کلگی اقوام افغانستان باشه، ولی در افغانستان همه اقوام در حکومت هستن، ولی یا یک نفر یا دو نفر یا ده نفر وجود دارن. پشتونا هست، تاجیکا هست، ازبکا هست، برادرای هزاره هست، یعنی این مردم در حکومت وجود دارن. بله. مشکل تعریف همه شمولی است که مشکلی همی دولت ها که مثلا دلیل میگیره، مقصدش این نیست که مثلا دفاع از کدام اقلیت بکنه. نه، مقصدش این است اونمون شخصی که ما اونمون حلقه ای که ما تا 20 سال یا 40 سال اخیر سر از اون مصرف کردم، اون را کلگی منافع مرد زیر دست خود میگیره، برای من نگاه میکنه، اونمون اگر شامل کردی همه شمول است، اگر نکدی نیست، اگر نه دیگه کدام تعریف داره؟ شکر. آقای کارمانای، فکر میکنین که مشکل اساسی دیگر این است که دنیا خواستهایش در مقابل حاکمیت تازه افغانستان زیاد تعریف شده نیست؟ من پیش از اون میخواستم یک چیز خدمت شما و خدمت میمانتون عرض بکنم که بین ما از دادن حرقام جلوگیری بکنیم. اول خود نفوس افغانستان از اون معلوم نیست که 30 میلیون است، 35 میلیون است، 39 میلیون است، و از کجا ما ارزیابی را انجام میتونیم بتیم که 80% مردم افغانستان از طالبا حمایت میکنن. چون این ارقام ها دور از واقعیت است. از مبارزه شان استاد محترم، از مبارزه شان که تا 20 سال اخیر اینا جنگ کردن معلوم میشه که 80-85% مردم برای شان. اگه اجازه تان باشه من بحث خود را میتونم با شما میتونیم صحبت بکنید. ببینین یک چیز ما برای مهمان شما و برای بینندگان عزیز عرض میکنم که اگر توافقنامه دوحه نمی بود و اگر پاکستان و امریکایی ها در یک معامله قرار نمی گرفتن، شما مطمئن باشین که امروز تغییرات سیاسی در افغانستان به وجود نمی آمد. درست است که در 20 سال جنگ افغانستان اینجا جنگ وجود داشت، ولی با پیشینه جنگ اگر ما بریم از سالهای 1980 تا امروز، همین گروپ هایی که در افغانستان ایجاد شدن، تشکیل شدن، تکمیل شدن، اینا را بیشتر بیرونی ها، غرب، پاکستان و امریکا تشکیل کردن، آماده کردن، در جنگ افغانستان فرستادن و جنگ سردی که وجود داشت علیه روسیه و در جهان، اینا را تشکیل و آماده کردن، از جمله گروپ های مجاهدین، گروپ های طالبا، گروپ های دیگه که وجود داشت. یک حقیقت است، در غیر از افغانستان نه فابریکی سلاح داشت، نه امکانات مادی کلان داشت که این گروپ ها و این احزاب و این تنظیم ها بتوانند از او استفاده بکنند. بین ما حقیقت تاریخی را باید یک چیز بیان بکنیم که جنگ افغانستان متاسفانه جنگ نیابتی بود و در این جنگ افغانستان قربانی شد، کشورهای مختلف استفاده کردند. امروز هم وقتی که جمهوریت آمد، همین جمهوریتی را که کنار زد امریکایی ها، یک دلیل کلانش این بود که امریکایی ها روزانه 300 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکنند، همچنان قربانی افراد و سربازهای خود در افغانستان میدادند. اینا رای دیگه را جستجو کردند، اینا آمدن با طالبان در دوحه توافقنامه را امضا کردند. شما در توافقنامه ببینید که یک بندش آمده که پس از ایجاد حکومت اسلامی، امریکایی ها متحد میشه که چی کمکایی را برای مردم افغانستان انجام بدن، و ایمانا که در اونجا موافقه کرده بودند که یک تغییر سیاسی در درون افغانستان به وجود بیاید، و ای که غنی نتونست با جمهوریت کاذب خود موفقانه کار ادامه بده و زمینه ای تغییر نشه، این بحث جداگانه دیگه هست. ولی ما میخواهیم بگوییم که جهان و مردم افغانستان یک چیز انتظار دارن از طالبا، ای است که خب جهان یک طرف میگذاریم، من باز تاکید میکنم که مردم افغانستان آرزومندی از ای هستند که حقوق بشر در افغانستان باید رعایت شود.
یک حکومت همه شمول که دوست ما پیشتر گفتن ببینید حکومت همه شمول ما باز تاکید میکنم به این معنی نیست که اونو سیاستمدارایی که در گذشته 20 سال افغانستان بودن اینا رو مورد قدرت جای بدیم اینا میگن که در حکومت طالبان اقوام مختلف وجود داره ولی همه ای اقوام از یک گروه هست از گروه طالبان هست ما باید برای مردم افغانستان مراجعه بکنیم از طرف دیگه من طرفدار از این نیستم که حتما ما باید تقسیم بکنیم که 5 کرسی به این قوم 5 کرسی به این قوم 5 کرسی به این مذهب و به این مردم برعکس ما باید افراد صاحب تحصیل، افرادی که نخبه هستند، افرادی که به درد میخورن، تخصص دارن، به خصوص جوانان و زنان باید در حکومت داشته باشیم. در حکومت افغانستان، در بخش‌های مختلف افغانستان جایگاه زنان کجا هست؟ هیچ جای ما زنان را نمیافیم. به می ترتیب ما باز تاکید میکنیم که دروازه مکتب باید بر روی دخترها و زنان باید باز بکنیم. اینا نصف بیشتر از پیکر جامعه ما را تشکیل میدن. باید این کار صورت بگیره. جامعه جهانی از جهان از افغانستان اینمی انتظارات دارند ولی بدون شک من موافق با این هستم که ما نباید حکومت تشکیل بدیم که در اونجا منافع پاکستان ایران یا آمریکا و اینا باشه و اونا فرستاده های خود بفرستن برعکس ما کسایی باید داشته باشیم که بتونن منافع ملی مردم افغانستان تامین بکنن از افغانستان نمایندگی بکنن و برای تغییر افغانستان فکر بکنن یک چیز ما میخوایم با صراحت برای حکومت طالبان بگویم که ببینین از گذشته تاریخ افغانستان ما باید بیاموزیم گذشته تاریخ افغانستان نشان داد که هر گونه حکومتی که خود محور بود هر گونه حکومتی که به اساس امو ایدئولوژی و سیاست محور حاکمیت خود در افغانستان خواست عمل بکنه موفق نبود ناکام بود شکست خورد طالبان باید از این باید بیاموزند گذار بکنند بله طالبان یک بخش از افغانستان هستند اینا میتونن یک بخش از سیاست در افغانستان در آینده باشند به شرطی که اینا اجازه بدن که اینا میگن که ما جهاد کردیم خب افغانستان آزاد کردیم حالا وقتی که افغانستان به گفته از اینا آزاد شد امریکایی‌ها رفتن به وجود که امریکایی‌ها در توافق با خود طالبان همین معامله را انجام دادن حالا اجازه بدن که یک بخش دیگه از افغانستان مردمایی که در افغانستان به درد بخور هستن اینا در قدرت بیان اینا در سیاست بین اینا افغانستان از این بحران نجات بدن دوستای عزیز یک چیز من خدمت شما عرض میکنم افغانستان در بحران کلان سیاسی و اقتصادی قرار داره بله. 22 میلیون انسان افغانستان گرسنگی تهدید میکنه ثبات سیاسی در افغانستان وجود نداره در طول دو هفته گذشته ما صدها کشته شهید ما شاهد بودیم صدها زخمی شهید ما شاهد بودیم اگر وضعیت به این و ادامه پیدا بکنه شما دروازه افغانستان اگه باز بکنین همه نفوس افغانستان از این افغانستان بیرون میشن چون جای امن برشان وجود نداره هم لحاظ سیاسی هم لحاظ اقتصادی و هم وقتی که یک انسان در درون یک کشور خود مسئولیت فیزیکی و روانی نداشته باشه کشور خود ترک میکنه رای بیرون رفت این است که ما به مردم مراجعه بکنیم به نخبگان مراجعه بکنیم از خود محوری خودخواهی صرف نظر بکنیم همدیگر پذیری را ایجاد بکنیم و رای نجات بر افغانستان جستجو بکنیم بسیار تشکر آقای هاشمی حالا ساده ترین تعریف و میخواست های جهان مشخصا در رابطه با تشکیل حکومت همه شمولی است که در صحنه عمل مشارکت سیاسی دیده شود. اما برخلاف چیزی که در ظاهر دیده میشه وی است که حتی حزب سیاسی در حال حاضر در افغانستان فعالیت نمی کنه. مشکل ما عمده ما ای است که ما همی دموکراسی را یا همی پدیده احزاب را ایرا کلگی از غرب و شرق ما انتقال دادیم. شاید اکثریتش از غرب باشه. نخبگان ما هم کلگی در غرب درس خواندن. مشکل عمده ای است که غرب در هیچ صورت در عالم اسلامی و دموکراسی را که در وطن خود تطبیق میکنه در عالم اسلامی تطبیق شود. آزادانه مثالایش است. یعنی این برای کلگی دنیا باید معلوم باشه. در الجزایر انتخابات شد 1989 مسلمان ها بردن اما سر از اونا انقلاب کردن کلگی شنا شهید ساختن. مصر امو رقم مرسی مثلا اردوگان از برده حال نمیمانند دارامی. در غزه است مثلا در غزه فلسطین حماس یک حزب اسلامی است با مؤسس دموکراسی غرب آماده 12 سال میشه که زیر حصار حانق قرار گرفتن یعنی امی سیستم پاکستان مثلا عمران خان است مثلا به انتخاباتی که امی میگن برشان مثلا اول هندوستان است در درونی همزی دموکراسی به پیش میره در هر چیز پیشرفت میکنه پاکستان عقب میمانه سببش این است که پاکستان دولت اسلامی است نمیمانند که اونا پیش شود اقتصاد عقب میمانه در هر چیز خود در سیاست خود در اخلاقی خود در هر چیز خود دیگه این پدیده احزاب که در عالم اسلامی تطبیق شده مشکل عمده ما ای است که غربی که او دموکراسی رو در وطن خود میخواه او رو در وطن ما نمیخواه آسان مثالش این است که در 20 سال آمریکا چی کرده دموکراسی در اول سالا در افغانستان هیچ جنگ هم نبود
هیچ چیز هم نبود. اول دو سه چهار سال تقریبا تا کرزای بود هیچ گپ هم نبود، نه کسی یک فیر هم نکده بود. خب حالی است که اینمی پایه های دموکراسی رو خودی همی اشغال غرب که حال از پیش ما یک نوع مشروعیت میخواه، اینمی خودشون خراب میکرد. نمیخواست افغانستان یک حکومت قوی باشه، نمیخواست افغانستان یک پارچگی باشه، نمیخواست افغانستان یک دموکراسی باشه که اونا در امریکا تطبیق کردن. این خب عادی گپ است، هر کس کشف میتونه، هر کس میتونه خوانده بتونه. یکی دومن استاد محترم گفت که در سابق همی تو مثلا گروه های طالبا جور شده بود، ما برش میگم گروه های طالبا در وقت جهادی روس گروه ها نبود، یکی بود. بله. او یکیم در امو وقت ایلا کردن رفتن، اکثریتشان که حال در قدرت هستن اینمی اکثریتشان رفتن درس خدا میخواندن. که اگر از اینا پرسان کنی که تو چه میکردی در جهاد افغانستان، میگه وقتی که مجاهدین کامیاب شد ما رفتم درس ما میخواندم. دمی مجاهدین دکتر صاحبا بود، دمی مجاهدین انجینر صاحبا بود، جنرالا بود. اینمی افغانستان هم فساد ما بینش آوردن، هم در ما بین خود جنگیدن، هم افغانستان خراب کردن، هم افغانستان در مرحله تجزیه رساندن. اینا کلگیشون دکتر بود، انجینر بود، متخصص بود، بله. کادر بود. مشکل عمده ما ای است، ولی مشکل عمده ما برد گفتم که دنیا در مطالب خود ایره باید مردم افغانستان، سیاستمدارای افغانستان داینده بفهمه که دنیا در مطالب خود دروغگو است. هیچ وقت دنیا راست نمیگه. از خاطر راست نمیگه که در این تو دولت ها هست که اصلا دموکراسی رو نمیفهمه، روزی به هزارها نفر در مابین شهید میشه، اینمی حکومتش میکشه یا کشته میشه، به رسمیتش میشناسته، همراهش تعلقات هم داره، همراهش کمک هم میکنه. دیگه این گپا که هست کلگی مدارش چی هست؟ در ظاهر برای تو حقوق زن است، نمیفهم از ما در افغانستان 6 تا زن جمع میکرد. بله. یه جمع اینجا حقوق زن در اطراف سر زنای ما بمباری میکرد. بله، همین دروغگویی که دنیا داره، حالا هر دیده که داره صادق نیست و روی کرده خوب در مقابل ما نداره. ما نیاز داریم که روابط دیپلماتیک خود با دنیا انکشاف بتیم. ادامه این وضعیت را، این عدم تفاهم را که فکر میکنین وجود داره، به کجا خواهد رسید؟ خب این تو را از گوش کنین، ما در یک مبارزه فعلی سیاسی افغانستان واقعی است. تا حال مبارزه عسکری بود، اگر 43 سال دوام کرد، اگر 20 سال اخیر دوام کرد، یک مبارزه عسکری و اخلاقی را مردم افغانستان در الحمدلله برد. مثل که استاد محترم اشاره کرد که امریکا اگر توافق نمیکرد، امریکا مجبور شد توافق کرد. بله. 90 سال میشه که ژاپن گرفته، جرمنی را گرفته، چرا توافق نمیکنه امرایش؟ کلگی عایدات اروپا را امریکا میگیره، چرا امرایشان قرارداد نمیکنه؟ خو ایجا در مقابلش مقاومت بود، کشتارش بود، تاوانش بود. یک عسکرش نمیفهم دمای 3 میلیون دلار برای تمام میشد، آخر کشته میرفت برش، مجبور شد که توافق کرد. دیگه حالا من برات میگم که ما در افغانستان مشکل عمده ای است که حالا می تو مشروعیت ما در یک مبارزه سیاسی قرار داریم. این مبارزه سیاسی باید نخبگان ما که در مثل استاد محترم واری یا دیگر نخبگانی که در غرب و در شرق وجود دارن، از افغانستان هستن، اینا باید تای 40 سال اخیر مطالعه کرده باشن، بیاین در صف امزی حکومت استاد شون، همین مشوره های خود برشان بدن. بله. حال مشکل عمده ای است که ما اگر پشت خواهشات غرب بریم و شرق بریم که شما ایتو کنین اوتو کنین ما بازی تو قبول میکنیم، خب بازی مبارزه برای چی بود که 20 سال مردم افغانستان جنگید؟ ما باید برای خود یک شخصیت سیاسی داشته باشیم، ما باید شخصیت فرهنگی کلتوری خود حفظ کنیم، ما باید استقلالت ارضی خود حفظ کنیم، تمامیت ارضی خود، استقلالت قرار سیاسی خود، اقتصاد خود حفظ کنیم. این همش مبارزه میخواد. اینمی کی هست، اینمی فشارا ما برات میگم. خب آل نه امریکا سر افغانستان اینقدر فشار انداخته میتونن، نه دیگه دولت ها، نه همسایه ها، هیچ کس هم نمیتونه. یکی تو یک چیز است، مثل که یک آدم یک چیز میزنه و میگروزه، یک فشار است که میندازه. بله. دیگه هیچ نتیجه هم نمیده برشان. و این را ما برات میگم. خواه یک چیز ما برای همسایه ها میگم، اگر ای ایران است، اگر پاکستان است، اگر دیگه همسایه ها است، مثل که شیخ صاحب از اینا خواهش کردن که شما به امور افغانستان دخالت نکنین. یعنی طالبات در 1995، یعنی در 94 که آمدن، تا 2001 حتی امرای مجاهدین داخلی اولین کارشی بود که برشان میگفت برادر بیا که گپ بزنیم با هم، بیا که بشینیم کشت خونه الهاکو، وقت قبول نمیکرد، امرایش جنگ میکرد. ولی من میگم که این دو دولت باید این احساس مسلمانی را در این ماه رمضان مبارک کنن، از زخمی های افغانستان استفاده نکنن، از زخمایشان. اینا که برایشان میگه که او برادر اگر هر مشکل دارین بیاین که حلش بکنیم. اگر تو مرا مجبور کنی به جنگ،
باز مردم افغانستان خب جنگ مشهور هستند دیگه، این ضرورت نداره که ولی ما اورت شرح کنیم که چرا رقم جنگ میکنن. میگه یک نفر اگر اثر اوتیر شد باز اگر یک متر باشه چه 10 متر باشه، رای بعدی که حالا با این تضاد دیدگاه ها اگر تفاهم صورت نگیره بازم جنگ است، مجبور است. چطور کنم؟ من تو رو میگم، من از شما سوال میکنم، از استاد محترم سوال میکنم، اگر ولی ایران پاکستان باز دو مرتبه بیا اینجا بمباری کنه، آیا مردم افغانستان به طالبان چه میگه؟ میگه جنگ کو اگر بشی امی ایران اگر باز تجاوز کنه، امی ملت افغانستان امی خواهش میکنه که تو جنگ وان باش. ممنون آقای هاشمی. ادامه تحول را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه تحول باز هم خوش آمدین آقای کارمن. حالا با این عدم تفاهم و تضاد در دیدگاه هایی که بین حکومت موجود در افغانستان و کشورهای منطقه و دورتر وجود داره، چگونه میتونیم یک تفاهم را در محور منافع ملی افغانستان با این کشورها انجام بدیم؟ ببینین، تا زمانی که ما ثبات سیاسی را در افغانستان به وجود نیاریم، تا زمانی که ما نتانیم یک حکومتی که با پایهای وسیع باشه و بتانه منافع تمام مردم افغانستان تامین بکنه به وجود نیاریم و ما نتانیم گذار بکنیم به طرف ثبات اقتصادی، ما همچنان در بحران و پروبلم با کشورهای همسایه قرار می داشته باشیم. متاسفانه ما پیشتر باش ما عرض کردیم که کشورهای همسایه هیچ وقت قصد نیت نسبت به افغانستان نداشتن و این هم ناشی برمیگرده به سیاست های غلطی که در درون افغانستان وجود داشته. به این خاطر ما میخواییم بگوییم که ما اول خانه خود باید جور بکنیم، ما یعنی ثبات در درون افغانستان به وجود بیاریم. ما عقیدیم به این است که افغانستان چی بخواییم نخواییم، چی کس نمیتونیم پنهان بکنیم، افغانستان در یک بحران هست، در بحران یک حکومت، در بحران سیاست و در بحران از این که افغانستان آرام آرام به طرف گرسنگی میره و مردم افغانستان خطر مرگ تهدید میکنه. به این خاطر با تجربه به گذشته افغانستان، معقیدیم به این است که سیاستمدارای افغانستان یک بار با هم جمع شوند. ببینین اشتباهی که در بنی یک و دو رخ داد که در اونجا طالبا را دعوت نکردن و اگر طالبا همچنان دعوت می شد، ما شاید شاهد 20 سال جنگ نمی بودیم، شاهد همی فضا نمی بودیم و امروز به وجود می آمد. به این خاطر من میگم که امروز طالبا ببینن، سیاستمدارای افغانستان ببینن، نخبگان افغانستان ببینن، در درون افغانستان یا بیرون افغانستان، اگر در درون افغانستان این کار شود به مراتب بهتر است، اگر نشد در بیرون افغانستان تمام نخبگان افغانستان، سیاستمدارای افغانستان، از تمام اقوام و زبانهای افغانستان، از مذاهب مختلف کشور ما، اینا زیر یک سقف جمع شوند و فهرست بکنند مشکل افغانستان و به این ترتیب یک کنفرانس، نه مثل نشست دوها، یک کنفرانس بین شهروندان افغانستان دایر بکنند و بگویند اینجا نقش زنان باید برجسته باشد، نقش جوانان برجسته باشد، نقش تمام انسانهای بدرد بخور برجسته باشد، اینا زیر یک سقف جمع شوند و بگویند که ما چطور میتونیم از این افغانستان، از این بحران نجات بدیم. و طالبا همچنان باید ایره بپذیرند که بله، در 8 ماه گذشته نشان داد که حکومتی که در افغانستان جور شده، در این حکومت تمام اقوام افغانستان به صورت حقیقی وجود ندارند، در اینجا حقوق بشر نقص میشه، در اینجا حقوق آزادی های فردی افغانستان نقص میشه و این ناشی هم از این سیاست هایی است که متاسفانه طالبا فکر میکنند که ما در قدرت هستیم، ما هر کاری افغانستان هستیم و ما هر کار که دل ما شد همین کار انجام میدیم. نخیر، این کار نکنین، به درد شما هم نمیخوره. تاریخ ما همونطور که در گذشته افغانستان در مورد حکومت غنی یک نتیجه گیری بسیار منفی داشت، در مورد شما همچنان میتونه داشته باشه. به این خاطر من تاکیدم همین است که چنین یک گردمایی باید دایر شود و ما در این گردمایی تعریف مشخص از منافع ملی خود باید بدیم، تعریف مشخص از روابط خود، مناسبات خود با کشورهای همسایه و جهان بدیم و یک دیپلماسی فعال برای امروز و برای آینده افغانستان باید ما ایجاد بکنیم و تمثیل بکنیم. و تا زمانی که ما نتانیم همی اجمار به وجود نیاریم، ما بر شما میگم که افغانستان به بی‌ثباتی بیشتر میره، فاصله ها بیشتر میشه، حکومت طالبا بیشتر در انزوا میره و به این ترتیب من میترسم که افغانستان به طرف جنگ های نره که او جنگ ها را بازم کشورهای مختلف
او را سازماندهی بکنن، جنگ های نیابتی پیش بره، چنانچه آغاز شده و به این ترتیب ما به طرف یک بی‌ثباتی خاطر رفتیم و بازم قربانی کی است؟ زن افغانستان، مرد افغانستان، کودک افغانستان، ما و خودت و همه کسایی که در افغانستان متاسفانه بیچاره هستیم و ناتوان هستیم و اینا از بین میره و اونایی که سلاح دارن، اونایی که پول دارن، اونا همیشه تونستن جایگاه داشته باشن هم در سیاست و قدرت. به این خاطر خوب است که ما گذار بکنیم به طرف مردم تا اینکه طفل افغانستان، کودک افغانستان، زن افغانستان و مرد افغانستان از این مصیبت و از این بدبختی که وجود دارد اینا نجات شکر. ممنون آقای هاشمیان. واقعا نگرانی وجود دارد از دست درازی های کشورهای همسایه افغانستان در حال حاضر. ایران واضحا میگه که امارت اسلامی عاجز است از تامین امنیت و به خاطر مبارزه با داعش خودشان پیش قدم میشن. یک امر معمول است که کشورها منافع خودشان را در هر حالت تعقیب می کنند، اما به خاطر مهار این بحران چه کارهایی باید در داخل صورت بگیره؟ مشکل عمده ای است که ما برد گفتم که ما مشکل ما در افغانستان داخلی نیست، خارجی است. خارجی هم همین دخالت همسایه ها است، دولت های دور است، امریکا است، متنفذین دنیا است. اقتصاد ما را مثلا تقریبا 50% شل ساختن، امکانات افغانستان را زفت کردن بی حق و بی کدام قانونی بین المللی که توجیه کنه اونا را، به هیچ قوانین بین المللی عمل نمی کنه. مشکل ما داخلی نیست. یکی دو، من آمدم در موضوع ایران. ایران این امکانات نداره که در افغانستان دخالت بکنه. ایران در چند جبهات فی الحال در جنگ گرفتار است. عملا ایران به این فکر است نظامیشان را در مناطق مرزی افغانستان دیدیم. نه بکنه، اینا را حقشان است، زمینشان است، تا حدود افغانستان هر چی که میکنه پهلوانی میکنه، هر چی که میکنه. خب افغانستان آمده نمیتونه، من دلیل برات میگم. از این خاطر ایران در طی 10 سال 15 سال اخیر زیاد را در مشکلات شرقی میانه زیاد خود را دخیل ساخت. مثلا در سوریه است، اینا مال جنگ روان است و تقریبا اگر ایران اشخاص خودش در مابینش نباشه امکانات اقتصادی زیاد مصرف میشه. یمن از بمی سلسله بمی مشکلات گرفتار است، لبنان از بمی مشکلات گرفتار است. یعنی ایران امکانات هزیر نداره که در افغانستان حمله بکنه. خواستن که مردم هم مرز افغانستان که است و هم مذهب مردم افغانستان است، هم قوم هستن، هم شریک هستند، دیگه هیچ امکان نداره که ایران سر افغانستان حمله بکنه. یک امین معادله در مناطق مرزی با پاکستان هم بود، اما پاکستان حمله کرد میکنه، لکن نتایج برشان برعکس میشه. حال پاکستان اگر امرای خود بررسی بکنه، نتایج حمله شان سر افغانستان برای خودشان زیاد ثقیل تمام شده است. چه خاطر؟ همین مردمی که در افغانستان تا 5 سال 6 سال یا 8 سال اخیر در امن و امان زندگی میکرد، در یک خانه گلی زندگی میکرد، اونا را از هر نفر، از هر خانه شد 5 نفر 6 نفر شهید ساخت، دو نفر دیگه گفت گو زندگی ما چی اسوال میره اوج تانگای شدمی وزیرستان که ببینی باوا میکنه کی میکنه ایره. یعنی این مشکلشان با گپ زدن بهتر حل میشد وقتی عمران خان که میگفت بلد. نه به این بمباری، یعنی نتایج از این بمباری برای خودشان. من نمیگم که افغانستان سلاح اتمی داره و افغانستان اینطور قوی است و تجاوز میتونه، لکن دفاع از خود میتونه. این ثابت کرده، تاریخی هم ثابت شده، حال ثابت شده، در آینده هم ثابت شده، در آینده هم ثابت میشه که افغانستان از خود دفاع میتونه. من میگم که حمله ایران سر افغانستان موجب گوگرد زدن در او چوب هایی که در طی 40 سال اخیر ایران سر سونیای سر همزو مناطق سر همزو چیزایی که جمع کرده آتش زدن به او است. ایتونه که افغان ها چیز میکنه، افغان ها شاید از خود یک دفاع کنه، یک فیره تو کدی، دو فیره ما کدوم و خلاص شد گپ. تجاوز نمیتونه، ایره دیاد داشته باشین. پاکستان اینه می رقم حال مثلا پاکستانی ها می استراتیجیکش بیان با خود بحث کنن که قبل از این حمله ای که در خوست و کنر اینا کردن بیگناه مردم شهید ساختن در ماه رمضان، آیا قبل از این مناطق وزیرستان این مناطق آرام بود یا حال آرام است؟ ایره مردم وزیرستان میکنه، ایره افغان ها میکنه، نه ایره خود وزیرستان ها میکنه. وقتی که تو هجرت میکنه از پیش میره در یک جای به امن و امان زندگی میکنه، تو اموجه بیری پشت بمباری میکنی، او تو را اعلام میکنه. چه باید شب آقای هاشمی به خاطر مهار این بحران چه کارا باید شود؟ بهترین راه چی است؟ بهترین راهی است که مذهب اسلام، دین اسلام از مسلمان ها خواستن. بشینن با هم صحبت کنن. آیات های قرآن شریف است، احکام اسلام است. میگه شما ما بین خود بشینن. ما خب به ایران هم به نظر دولت اسلامی نگاه میکنیم که یک برادر ما است، دولت اسلامی ما است، هم مرز ما است، هم دین ما است، هم زبان ما است. به پاکستان هم به همین نظر میبینیم، به تاجیکستان، ازبکستان، به کلی به همین نظر میبینیم. از جای ازی که تو این طور زور نشانی سر ما میکنی، امریکا زیاد ازی که تو زور بر ما نشان داده، بله. این غرب و اروپا و روس زیاد نشان داده، به جز ازی که غرب خود را تباه ساخت
که امروز نه روس روسیه بالا میشه در مابین اروپا سر اوکراین حمله میکنه، این ضعف غرب نشان میده، نه اینکه غرب زیاد باتوری کرده بود. حالا در افغانستان اینا خود پارچه پارچه کردن، افغانستان هم خراب کردن، آخر هم امرای طالبان کنار آمدن. حالا به ایران هم ما میگیم، به پاکستان هم میگیم، به دیگر دولت های اسلامی میگیم که حالا الحمدلله ایج افغانستان یک پارچگی آمده، یک نوع ثبات داخلی در افغانستان وجود داره. به یک که شما یه آتش در بدین برای خودتان در میگیره، نه یکی برای افغانستان تاوان میرسانه. ممنون آقای کارمن. به عنوان آخرین پرسش بسیار کوتاه، رای حل را در چی میبینین؟ میبینین رای حل دیگه است که در مناسبات خارجی افغانستان امو سیاست بیطرفی خوده که از سالهای متمادی در افغانستان معمول بوده، امی سیاست بیطرفی خوده در جهان باید حفظ بکنه. ما باید روابط خود با شرق و با غرب، با کشورهای همسایه باید روابط دوستانه داشته باشیم. ما نمیشه که افغانستان با خود بگیریم و از اینجا ببریم در کنار امریکا قرار بدیم یا در کنار روسیه. اینمی همسایه های افغانستان است، اینمی پاکستان است، اینمی ایران است، هندوستان است و کشورهای آسیای میانه است. ما باید روابط دوستانه داشته باشیم و بی‌طرفی بسیار مهم است. یک. دومی که افغانستان به یک دیپلماسی و یک فعال نیاز داره و این دیپلماسی و این سیاست برمیگرده به وظیفه درونی ما. ما باز تاکید میکنم که تا زمانی که ما در درون افغانستان مشروعیت به وجود نیاریم و یک ثبات سیاسی به وجود نیاریم، یک حکومت پاسخگو به وجود نیاریم، ما نمیتونیم همچنان در دیپلماسی فعال جهان سهم بگیریم و همچنان ما نمیتونیم که بی‌طرفی خود حفظ بکنیم. پس باید افغانستان با ثبات اول ایجاد بکنیم و ثبات سیاسی رو در اینجا به وجود بیاریم و امنیت به وجود بیاریم که متاسفانه با روندی که فعلا در جریان است ما هنوز زیر دور میبینم. ولی ما تاکید میکنم که اگر بر نخبگان و سیاستمدارای افغانستان مراجعه شود و یک اجماع که از شهروندان افغانستان ایجاد شود که متاسفانه در 20 سال گذشته ایجاد نشد و امروز هم ایجاد نشده، اگر ایجاد شود ما بدون شک میتونیم بگذاریم. ممنون، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم، هر یک آقای ذکرالله هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل از آلمان و همچنان از آقای سید علی رضا محمودی کارشناس مسائل سیاسی از ایران دعوت شده بود که متاسفانه حضور پیدا نکردن. و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.